ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Bon, salut. 46th برنامه زیر آسمان پاریس رو اینجا در کنار وضعیت بازی نسبتاً ملایم و در برابر موزه هنرهای مدرن مشاهده میکنید. دلیل حضور ما نمایشگاهی است در این موزه که در هفته های آینده گزارش مفصل اون رو خواهید دید. اما گزارشات این هفته دو گزارش خواهد بود، یکی در مورد استاد محمد رضا لطفی و گرد همایی علاقمندان که در بخش دوم خواهد بود، و در بخش اول کاری از یک نقاش هنرمند ایرانی در طول دو دهه و دیدار و گفتگو با او درباره کارهاش، درباره صلح، درباره جنگ و درباره فرهنگ. در چند صد متری ساختمان بورس پاریس در گالری گس خواهیم بود که دو برادر نزدیک به دو دهه با نام‌های هنری گس و گولان صدای کم شنیده‌ای را با تابلوهای نقاشی، یکی نقاش و دیگری مدیر، به گوش جهانیان می‌رسانند. اینجا گفتنها در سکوت انجام می‌گیرد و شاید حتی دیدنها، مگر نه اینکه یک هنرمند پیانیست ایرانی نابینا تابلوهای گس را با توضیحات نقاش می‌شنود تا ببیند. و کشورهای مختلف. گالری امروز ما به نمایش گس افتتاح داره برای مدت دو ماه که رو پریودهای مختلف این هنرمند انجام شده. هنرمند عزیزمون گس در حدود یک ماه هست که رو پریود کار اولش، یعنی چهار رنگ گس ما این نمایشگاه داریم و
این بخش دوم نمایشگاه تا 30 آوریل ادامه داره و کارهای اولیه این هنرمند، یعنی کارهای سرنگش که شما می‌بینید، می‌تونید نگاه کنید. این نمایشگاه یه سوژه به خصوصی هست به خاطر اینکه 7 آوریل کمموراسیون 20مین سالگرد نسل‌کشی رواندا هست و ما این نمایشگاه رو به صورت 1 ماه ارائه میدیم به خاطر اینکه گس در سالهای گذشته همینجور که در کتاب اولش میدیم سوژه های مختلف رو خشونت های انسان در قرن 20 کار کرده و دوست داشتیم این نمایشگاه رو به خاطر این و به خاطر انسان های بیگناهی که در این نسل‌کشی ها از بین رفتن نمایش بدیم. این نمایشگاه همزمان برای انتشار کتاب زندگی‌نامه گس هست که در یکی از خانه‌های انتشاری معروف به نام شش میدی در فرانسه بیرون اومده و این کتاب کل زندگی‌نامه گس در زمان جبهه و بعد از جبهه، یعنی منظورم غربت و تمام حرکت‌های زندگی به رسیدن به الان و کل پست و بلندی های زندگیش هست که این توی کتاب نوشته شده. این کتاب به نام پیس هست که یعنی صلح و فکر کنم کسی که تو در سن جوانی جنگ رو حس کرده امروز در آینده ها میتونه فقط این نگاه رو در زندگی داشته باشه، یعنی نگاه به صلح و دوستی. چرا که در کتاب شما خواندیم و یا میدونیم، یک طرف امروز تابلوهای جدید شما چه میگویند؟ تابلوهایی که اول نگاه کردیم و پیامی که در آینده و پیامی که الان من خودم حس میکنم و دنیا بهش احتیاج داره واقعا صلح هست. امروز زمانیه که دنیا باید بشینم روی میز با هم صحبت کنم، زمانیه که البته مقدس نیستم که با هم درس زندگی بدم، ولی برمان یه اختیست ویزیون منه، یه ویزیون اختیستی که شاید یه ویزیون خیلی ساده باشه، ولی دنیا باید با هم بشینن روی میز با هم صحبت کنن. دنیا خیلی چیزاش رو باید مدیفیه کرد. کلمه یه که تو مهمترین کلمه یه که تو دیکشنری دنیا امروز باید بیش از حد بهش اهمیت داد صلح هست. ما جنگ رو به صورت کامل از اول تمدن تا الان دنیا امتحان کرده، مرحله رسیدیم برای که دنیا باید روش فکر کنه، برای بچه های آینده ما، برای بچه ها، برای نسل های آینده باید صلح رو حداقل به مدت 100 سال حسش کنیم، زندگیش کنیم. شاید صلح بتونه آنقدر
زیبایی برای دنیا بیاره که دیگه انسان به جنگ فکر نکنه. و یاد دیدی که سر روی 100 سال هیچی برای دنیا نمیاره، باعث میشه که دنیا اِوولوشن به وجود در بیاد، دنیا پیشرفت نکنه. برگشتن به جنگ، برگشت به جنگ خیلی راحته، میتونیم دوباره شروع کنیم جنگ کنیم، ولی دنیا احتیاج به یه صلح کامل داره و تمدن ها و فرهنگ احتیاج داره که از طریق صلح اِوولوشن به وجود بیاد، پیشرفت به وجود بیاد. و چون انسان هر قدمی که میذاره جلو با جنگ فرهنگ ها رو از بین میبره، امروز باید لغ و کلتور لغ باید جایگزین سلاح و اسلحه بشه. من فکر می‌کنم پیام تابلو خیلی روشنه با فیلمی که بهتون پیشنهاد کردم، پیام واضح است و توی تابلو ها چیزی برای مهمه این که اختیس بتونه راحت و احساس خودش رو بیان کنه به دنیا و آزادی فکر مهمه که بتونیم اینجوری هست که باعث میشه الاختی هر هنرمندی بتونه این چیزی که تو دنیا حس میکنه به صورت آزاد در راحت خیلی روان بتونه روی تابلوها بیاره که بتونه احتیاجات جامعه رو از این طریق بیان کنه. بعد از این گزارش، همونطور که خدمتتون گفته بودم، به دنبال درگذشت استاد محمد رضا لطفی، برخی از علاقمندان و شاگردان بخصوص در فرهنگ سرای پویا جمع شدند تا با نواختن ساز و یا خاطرات خودشون تجلیل دیداری با این استاد از دست رفته اما به جا مانده در تاریخ فرهنگ ایران داشته باشند. چه بگویم که در این مجال اندک بگنجند، در این فاصله کوتاه بین آمدن، بودن و نبود شدن. از آخرین دیدار با او و سرشار شدن از شوری که شنیدن نوای سازش بانیش بود، انگار تنها لحظه ایست که می گذرد، چندان که هنوز نوت‌های آشنایش در کوچه پس کوچه های دلم و جانم پرسه میزنند و گاه میرخصند. شعر سایه، سایه شعرش را چنین بر سر دلهامان افکند و چنین فغانش داد: پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم.
چرا که بی تو آری غزل سایه ندارد لطفی. باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم با یادش، با جاودانه یادش. من خاطره ای که از کلاس های آقای لطفی دارم و فکر کنم بقیه دوستانم که این تجربه رو داشتن موافق باشن، به طور کاملا یعنی با یک دستور بازی خیلی خاص خودشون مطالب و نکته های مهم موسیقی رو به ما انتقال میدادن و خب هر کسی در حد خودش، هر کسی در حد توانایی خودش از این نکته و از این درس ها استفاده میکرد و خب ما شاهد در همین شهر پاریس و این عده‌ای که میومدن و از کلاس های آقای لطفی استفاده میکردن شاهد اشخاصی بودیم که در کار موسیقیشون چه در نوازندگی و چه در آواز واقعا دگرگونی به وجود اومد، برای اینکه انگیزه به وجود می آوردن، خیلی انگیزه به وجود می آوردن و داشتیم دوستانی که واقعا بعد از شدت طی یکی دو سال انقدر کار کردن و انقدر کاری رو که قبلا کرده بودن زیر سوال بردن. این خیلی طبیعیه که آدم در موسیقی کار کوچه زیر سوال بره. یکی از غزلایش مولاناست که به همون چیز غزل رو به این دلیل دوست داشتم که تصور میکردم که مولانا زمانی که این شعر رو گفته چه اتفاقی افتاده بوده، شمس در کجا بوده و کجا اومده و این چه چیزی این شعر رو براش گفته. بعد از روز اولی که استاد میامد من همیشه تلسم آقای لطفی برام اون حالت اون شمس بود که پیش مولانا اومده و این شعر رو به ما یاد میداد. با یه تغییر خیلی کوچیک برای خط آخر من شعر براتون میخونم که همتون هم میشناسید، فقط اون حس و حال اگر اجازه بدید من آقای لطفی رو در نظر تجسم بکنم و این شعر رو براش بخونم، چون واقعا این هر بار که میامد این شعر رو میخونم، آقای خدام بودن آقای فلاح بودن دو نفر این شعر رو تصحیح میخونن. گفتن که آن دل بر من آمد بر من، زنده شد از او بام و بر من. وقتی میامد گفتم قنوقی امشب تو مرا، ای فتنه من شور و شر من. گفتا بروم کاریست مهم در شهر مرا، ای سرور من. گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من. که دل ما ببرد
نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد. کو حریفی کو حریفی کش و سرمست که پیش کرمش عاشق سوخت دل نام تمنا ببرد. باغبانا باغبانا ز خزان بی خبرت می‌بینم. آه از آن روز آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد. بیوگرافی که دوستان واقعا زحمت کشیدن به درستی ازشون یاد کردن، ولی نقاط درخشان موسیقایی استاد لطفی رو به عنوان یک محقق کوچک با هم یک یادی بکنیم و یک کوچولو بررسی کنیم و ببینیم به چه دلیل به ایشون میگیم استاد کامل، به چه دلیل بهشون میگیم قلندر موسیقی ایرانی، اصطلاحی که جدیدن میگن که به درستی به نظر من راجع بهشون هست. خودمو به عنوان یک شاگرد کوچکشون در مکتب استاد لطفی میدونم و دوست داشتم یه مقداری با هم راجع بهشون صحبت کنم. خب مسئله خیلی جالبی رو جناب کاشانی گفتن که ایشون بخواهم به شخصیت موسیقایشون بخواییم فکر بکنیم. خب در یک خانواده فرهنگی گفتم به دنیا اومدن و جالبه که کوتاه بگم مادرشون و پدرشون ناظم و مدیر بودن در ترکمن صحرا و مدت 15 سال با بچه ها با دخترهای ترکمن کار میکردن و ببینین این خانواده چه نگاهی داشتن به اصطلاح جامعه اطرافشون. میگن پیدایش غزل، میدونین که غزل در اون دوره که اتفاق میفته به عنوان زیباترین، کاملترین و شگفت‌انگیزترین روایت کلامی شرق بوده که حالا توی پرانتز سعدی در یکی مسافرتش در هند میگه که کارگرهای کشتی وقتی پارو میزدن شعر من رو میخوندن و ببینین وسعت این شعر به کجا میره. و جالبه که خود آقای لطفی باز جمله خودشون رو من باز به تحقیقات ایشون مراجعه میکنم، میگه که قبل از غزل ما فرمای دو بیتی داشتیم، بیشتر بیتخانی، دو بیتی خانی و این چیزها، و ایشون مثال میزنن که شروع غزل
مطلعش درآمد یه دستگاهه و به تدریج گوشه‌ها درش استفاده میشه و اون به اصطلاح شاه بیت غزل که نقطه خیلی مهمی از سر غزل به عنوان اوج، گوشه اوج که حالا در هر دستگاهی میدونی که فرق میکنه و تخلص شاعر که معمولا آخرای غزل میاد به عنوان فرود هست. و جالب این فرم غزل نه تنها روی موسیقی ایرانی در شکل گیری دستگاه ها، من فقط یک عرض کوچیکی بکنم راجع به هنرسان موسیقی الان، مقاله منتشر کردن خیلی جالبه که راجع به مقاماست که میدونید در اون تمدن اسلامی که یواش یواش این فرم های ایرانی به اسم مقام، اسمشون هم همه ایرانی هست که در این تمدن ایرانی تقسیم میشه، کلام به عنوان اسم مقام روشون گذاشته میشه که یک کلمه عربیه و جالبه که دستگاه میاد پیشرفته تر میشه و در واقع مقام الان هم به عنوان میتونه درآمد یک دستگاه باشه. به جرات میخوام بگم لطفی، محمد رضا لطفی تنها کسی بود این ویژگی رو داشت به دلیل تمام مواردی که خدمتون گفتم و واقعا ایشون استاد کامل موسیقی ایرانی هستن و فکر میکنم که مطمئن هستم که ایشون مثل یک نقش برجسته و یک لوح برجسته‌ای بر فرهنگ موسیقی ایرانی تا ابدالدهر خواهد. عنوان شاگردای ایشون وظیفه داریم که این مسئولیت، واقعا مسئولیت اینو داریم که این سنت رو حفظ کنیم و نذاریم به بیراهه کشیده بشه. Hermann Seymour.